حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار از هامبورگ آلمان با ما هستند. آقای شریعت مداری، از بنی صدر متأخر بگید، از این 14 دهه‌ای که در واقع او مبارزه میکرد. بله، با سلام خدمت شما و عرض تسلیت به خانواده و دوستداران ایشون. آقای بنی صدر شخصیتی راستگو و درستکار بود و درون و برونش هرچه بود یکی بود. من اختلافات فکری همیشه با ایشون داشتم، ولی شخصیتی مورد در حقیقت احترام و تکریم من بود، برای اینکه هم استقلال و سربلندی ایران رو میخواست، یک مصدقی واقعی بود و علاقه خودش رو به مصدق هرگز فراموش نکرد. در وهله ای از زندگی، همونطور که خودش در خیانت به امید نوشته، جذب آقای خمینی شده بود، ولی به زودی فهمید که این راه به کجا میره. مسئولیت های بزرگی قبول کرد و در این مسئولیت ها رگه های آزادی خواهی، استقلال و عدالت خواهی او آشکار بود. در خارج از ایران هم که بود این راه رو ادامه داد و به خصوص شهادت او در میکونوس باعث آبروریزی بزرگی برای این نظام شد و بسیار کمک کرد تا اینکه خامنه ای و سران این حکومت محکوم بشند. به هر صورت آقای بنی صدر رو همونطور که هست باید دید، محصول قرنی بود که اون نسل دارای تضادهای معینی بود، پایین تضادها زندگی کرد، ولی ایشون از برجستگانی بودند که به هر صورت نه با جمهوری اسلامی ساخت و نه با مجاهدین، و نشان داد که رگه آزادی خواهی، عدالت خواهی و درستکاری او به همه تمایلات دیگرش میچرده. آقای شریعت مداری، دلیل خروج ایشون از ایران رو اگر مد نظر قرار بدیم، وقتی که عدم کفایت سیاسی ایشون رو مجلس اعلام کرد در 31 خرداد، چقدر امکان داشت که در ایران بمونن و ادامه بدن به مبارزه‌ای که داشتن؟ خب ایشون هم میتونست مماشات کنه و بماند. آقای دکتر یزدی که یار دیرین ایشون بود و خب به نوعی توانست بمونه، ولی ایشون این مماشات رو بر نتافت. ایشون مبارزه کرد با تسلط روحانیت به دستگاه ولی فقیه، که خودش مرحله بزرگی از شکل گرفتن این توتالیتاریسمی بود که شاهدش بودیم. البته آقای خمینی شخصا در رأس این جنایات اون موقع بود و ایشون خمینی رو اونطور که باید نمیشناخت، ولی بقیه رو شناخته بود و در مقابل بقیه به خوبی ایستاد، در مقابل سران جمهوری اسلامی ایستاد و در حقیقت یک مبارزه ای رو سامان داد که این مبارزه شانس پیروزی نداشت، ولی در صندوق خاطرات ملی ماند و باعث شد که مردم عده زیادی حداقل در همون اوائل کار بفهمند که با چه نظامی طرفند. آقای بنی صدر عضو جبهه ملی ایران بود، پیش از انقلاب هم مبارزه کرده بود و مبارزه شناخته شده ای بود. چقدر این که به آقای خمینی نزدیک بشه در دوران انقلاب قابل پیش بینی بود؟ چقدر این تحلیل وجود داشت آقای شریعت مداری؟ خب از دوران انقلاب نبود، سالها بود که انجمن اسلامی دانشجویان که ایشون در رأسش بود و در حقیقت شاخه اسلامی جبهه ملی بود، از کنفدراسیون جدا شده بود و به آقای خمینی وصل شده بود. آمد و رفتهای زیادی در بین بود و ایشون شخص مورد وثوق آقای خمینی و بعضی از اطرافیانش بودند. آقای رفسنجانی در خاطراتش می نویسه که وقتی آمد پاریس سعی کرد اختلافات ایشون رو با آقای یزدی رفع کنه، یعنی آدم مطرحی بود و با اونها مربوط شده بود. ایشون و بسیاری از جوانان اون دوره فکر میکردن که کاشانی و مصدق رو در وجود خمینی دیدن و این بار این اتحاد باعث خواهد شد که به دموکراسی دست بیابن، ولی نمیدانستن که با چه هیولایی طرفن و چه جنایتکاری مسلط خواهد شد. سپاسگزارم از شما حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار، که در این گفتگو